داستان خشب کای مردونه را کاش نه میخیل مقدارن کو پشت بغاندون پشت بغاندون با کابینه بدر گفته کو نگونه کو پشت خیلی چشم محکم کردن گفتن داری فرش خول کن گفتم مای چنان بعد دوزم گیدیا کنم خو منم میدونم چه بو خول کنم چه ما باشکم خولوندن دست کوچه ما پشتم خیلی سکوش کردم دستم خیلی سکوچه کوچه ما خیلی سکوچه کردن خولوندن در زمین دهنم با بخون کی وینی بستم خیلی چشم محکم کردم که نه او تاک شد چیزی هست نه گوشتی بدن آدم میگو میریزم میخید میمونم تاک داکی دمی پرم برای خیلی من رمون دادم خواهیم برای مریم از شکنجه کرماندانی ملیسه قیصه میکند حدیثه ای که دو سال پیش به سرش آمد سه شب و سه روز من قده بودا که مایده قطی گشنه و تشنه زمیستانی خنگ درامون شدگی خنگ خوراکم را هیچی نمیواردن سه روز در چیزی که ای خونه میواردن خودی دمی بودا که شیرمک میواردن میدادم مادا همراه می خوده نه اما مقتب اونم میگذاشت بود مریم میگوید او را به خاطر شوهرش که مبلغ کلانه رو دزدیده بود به اداره پلیس بردن و اونجا شکنجه شد بشیفتم با زنم که ایستادم ای مهم است اگر گرفتم خیلی من از زدم خیلی که بستم دقی جوایی که من را پرسی شوهای من را فتما نمیدم دقی جوایی مستان زنیدین و یکی از جبر دیده های دیگر میگوید همراه با مریم او رو نیز کارمندان سابق پلیس شکنجه کردند. من بردن یک کابینه دا خیلی بسیاری شده گردم. با هم نرخانوف گو که بگو که بستم دقی جوایی یا که پولا را بود اگه جوای مفتم که من نمیدونم من کار میرم شب سهر خونه میرم سهر کار میرم بگه خونه من اگه جا میدونم که چی کار میکنم بودم بخیر بودم بگیرین در نمجا در بلوی از ظرف خاکم خاک کردم دست پوچه من سکوش کردم این دو زن کلین یک خاندان بوده پس از آن که مقامات دادستانی نسبت کارمندان سابق پلیس پرونده باز نمود آنها نیز دعوت شده اسمشان را همچون جبر دیده در پرونده ثبت کردند دادگاه شهر دوشنبه روز 8 آوگوست با محاکمه 4 ملیسه توجیک آغاز کرد که به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. در کرسی عبدالی فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، اکرام الدین علیدین و امید وهابوف کارمندان سابق رئیست امور داخلی دوشنبه نشستند. بزید آنها 17 نفر شکایت کردند ولی وکیلان ماموران ملیسه همه گونه شکنجه بازداشت شده ها را رد می کنند. عبدالکریم عبدالحمیدوف ادوکاتی فرهاد نورخانوف میگوید شکایت مریم و مستانه نسبت زیر حمایش اساس ندارد. در نسخه تشخیص طبی سودی مریم صدیقه گفته شده است که جراحات بدنی او در نمودی خروشه بوده همچنین در فرق سرش نبود مویهای سر دیده می شود ولی اینها همچون جراحات به سلامتی او زیان‌آور حسابیده نشدند. در همین حال نرگس عبدالرحمنوف وکیل مدافع مریم صدیقه میگوید تشخیص در نسبت زیرهیمایش در حضور کارمندان پلیس انجام شده است بنابراین غیر ابیکتیوانه میباشد پر از خون بودن در پرکتر با گفته مهرنسا شیرعلیева خوشدامنی مریم و مستونه سال 2017 پسرش رستم با اتهام دزدی نیم میلیون دلار ایما از یک تشکیلات مالی برای 12 سال روانه زندان گردید اما برای دزدی او پسر دیگرش جونی بیگ و همین طور کلین هایش نیز مورد شکنجه قرار گرفتند این زن میگوید امیدوار است دادرسی پرونده در نسبت کارمندان سابق پلیس برای شکنجه اعضای خانواده‌اش حکمی عادلانه صادر کند. مرافع دادگاهی کارمندان سابق رئیست امور داخلی دوشنبه بیش از 2 ماه میشود ادامه دارد. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها توسط رسانه ها صدا داده است. بنابر قانون های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند.